یک هیئت پنج نفری گروه طالبان به روز پنج شنبه گفتگوهایش را از بهر رهایی زندانیان این گروه با حکومت افغانستان آغاز کرده است. منابع نزدیک به طالبان میگویند که یکی از ماموریت‌های مهم این هیئت پنج نفری گروه طالبان این است که در این مرحله برای رهایی 3500 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان زمینه سازی کند. دا به نه یوازې د سولې د روان بهیر سره مرسته وکړي، د باور فضا به غښتلې کړي، بلکې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره به هم زمینه مساعده کړي. داسې ویل کېږي چې د بندیانو د روانې پروسې په تکمیلېدو سره به د بین الافغاني خبرو لپاره نیټه وټاکلی شي. سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید که به روز پنج شنبه 80 تن از نیروهای دولتی را از ولایتهای بغلان و کندوز رها کردند. په راز کې مولی ضیاءالدین په نامه باندې د طالبانو څوک دی، هغه یې مشر دی او پرون تللی و هلته د بندیانو سره په پلچرخه کې لیدلی و او دې دپاره راغلی دی چې د بندیانو بررسي وکړي. حکومت افغانستان در این باره چیزی نمیگوید، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره چگونگی رهایی زندانیان و طالبان هنوز هم نگرانی هایی دارد. آیا قربانیان جنگ و آسیب دیده های جنگ مسئله دسترسیشان به عدالت چی میشه؟ نکته دوم مسئله روند قضایی است که برخ پرسش ها در این زمینه هم وجود داره. نگرانی سوم هم پس از رهایی است. بیشتر این آزاد شدگان از بند یا از میدانهای جنگ و یا هم به اتهام پیوند با گروه طالبان بازداشت شدند. اکنون مهمترین خواست شهروندان افغانستان این است که طالبان رها شده از بند بار دیگر به میدانهای جنگ باز نگردند. بهترتری است که برشان یک شغل، یک وظیفه ایجاد شود و برشان امید ایجاد داده شود که را برای سیاسی با هم دیگه توافق بکنند و آرمان جنگ از بین بره. چی تضمین وجود داره که طالبان دوباره پس به خط اول نرن، علیه نیروهای نظامی ما، علیه نیروهای امنیتی ما دوباره جنگ نکنن؟ تا اکنون حکومت افغانستان 2000 زندانی طالبان را از بند رها کرده است. انتظار طالبان این است که برای آغاز گفتگوهای میان افغانان 5000 زندانی این گروه از بند رها شوند. طالبان نیز تا اکنون نزدیک به 300 زندانی دولت افغانستان را آزاد کردند.